یک گزارش حقوق بشری نشان می دهد که چین کودکان مسلمان اویغور را از خانواده هایشان گرفته تا آنها را از دینشان دور کند. به گزارش همکارم در رابطه با فاش شدن این جنایت جدید چین علیه اویغورها توجه فرمایید. اخیراً گزارشی منتشر شده که جنایت چین را در ربودن کودکان مسلمان اویغور از خانواده هایشان و اعمال سیاست همسانسازی اجباری در مورد آنها فاش می کند. این گزارش که در 19 ژوئیه در وبسایت رسمی مرکز منافع ملی ترکستان شرقی منتشر شد، جزئیات سرکوب تاریخی بی سابقه در ترکستان شرقی را نشان می دهد و تاکید می کند که چین کودکان اویغور را با هدف چینی سازی از خانواده هایشان می گیرد. این گزارش توسط پژوهشگران مستقل و برخی از محققان دانشگاه کرنل تهیه شده است. این گزارش تایید می‌کند که بزرگترین جنایت صورت گرفته توسط چین در حال حاضر ربودن و جذب اجباری کودکان در منطقه مسلمان نشین ترکستان شرقی است. این گزارش نشان می‌دهد که چین به عنوان بخشی از کارزار سرکوب خود در منطقه یک سلسله آدم ربایی دست جمعی را با هدف قرار دادن کودکان اویغور، قزاق و سایر قومیت‌های مسلمان انجام داده است. اگرچه این آدم ربایی ها در سال 2017 آغاز شد، اما سابقه ی سرکوب چین به سال 1949 باز می گردد، زمانی که چین ترکستان شرقی را اشغال کرد. این گزارش توضیح می‌دهد که چین نوجوانان اویغور را به مدارس به اصطلاح ویژه و دارالایتام فرستاده و آنها را به زور از خانواده ها و محیط زبانی و فرهنگی خود جدا کرده و از استفاده از زبان مادریشان جلوگیری کرده است. کودکانی که از دستورات سرپیچی کنند مورد ضرب و شتم، شکنجه و جدایی از فرهنگ خود قرار می‌گیرند و در نتیجه در طی 2 سال زبان مادری خود را فراموش می‌کنند. این گزارش بر اساس مشاهدات شاهدان عینی، عکس‌ها و فیلم‌های نگهبانان در دارالایتام‌ها و همچنین رسانه‌های اجتماعی چین و مقام‌های مربوطه متکی است. این گزارش همچنین فاش کرده که چین اردوگاه‌های کودکان با نام یسلی را راه اندازی کرده که در آن کودکان با ساختمان‌های دولتی متروکه و مساجد بسته شده در ترکستان شرقی پنهان می‌شوند. در این اردوگاه‌ها کودکان از صحبت کردن به زبان مادری خود منع می‌شوند و با هدف جداسازی کامل آنها از هویت قومی و مذهبی خود به طور کامل چینی آموزش می‌بینند. از اسفندیار عبداللهی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای عبداللهی سلام و عرض ادب. درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت شما. ممنونم جناب عبداللهی. به نظر شما دولت چین از این گونه اقدامات چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ بفرمایید. عرضم به حضورتون که به دنبال همه معرفه‌های ایدئولوژیک اینچنینی، به خصوص نگاه مارکسیستی که چین در مسائل اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه مثلا مسئله اقتصادی تجارت و بازرگانیش رو از مسئله فرهنگ و مسائل اجتماعی جدا کرده، تمرکز در واقع دکترین اجتماعی و فرهنگی دولت کمونیستی چین بر یک دستسازی و بر چینی سازی فرهنگ‌های متفاوت موجود در چین هست. من نمیدونم امروز در قبل از این گزارش، گزارشی از کودکان در یمن را دیدیم، گزارش های متمادی و مختلفی از کودکان فلسطینی زیر آوار و زیر بمب‌های وحشت و جاهلیت اسرائیل دیدیم. آدم نمیداند دلش برای کدام بسوزد. چینی ها به قول معروف ایدئولوژی کمونیستی مارکسیستی، چین برای ربات‌سازی و تبدیل انسان‌های
مذهبی، انسان‌های دارای نمی‌دونم توحیدی، انسان‌هایی که اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به یک آخرتی دارن، این رو در قالب ایدئولوژی زمینی و ایدئولوژی کاملا ضد بشری کمونیستی خودشون دارن و انسان‌ها رو ربات می‌کنن. برای ربات کردن و ربات انسان‌ها چرا دارن پیش میدن؟ بله جناب عبداللهی، چه راهکارهای جهانی و چه راهکارهای از سوی کشورهای مسلمان برای مقابله با این گونه اقدامات دولت چین میتوان در نظر گرفت؟ من در یک برنامه قبلی شما هم عرض کردم تنها چند کشور و تنها یک جغرافیای مشخص، جغرافیای کشورهای شمال یا حالا مثلا بگیم کشورهای شمال به طور کلی که همون کشورهای غربی و کشورهای شرقی نزدیک به ایدئولوژی غربی از این قصه ظلم بشری کمونیست ها به مسلمانان چین در واقع دارن دفاع میکنن. متاسفانه اگر حمایتی هم هست، حمایت های پله ای از روی برخی از کشورهای اسلامی نسبت به این مردم مظلوم وجود داره. کشورهای قدرتمندی که در منطقه ما داریم مثل ایران و عربستان و مصر و کشورهای شبیه به این و حتی کشورهای نزدیک به چین مثل مالزی و اندونزی، کشورهای مسلمانان نه قدرت دارند و نه اراده‌ای دارند که به طور یک دست یک مسئله متحد یا یک چه میدونم پروژه متحد رو پیش ببرن که جلوی این قصه ظلم به مسلمان رو بگیرن. تنها راهکارش اتحاد کشورهای مسلمان در این قصه است. کشورهای مسلمان به خاطر روابط اقتصادی گسترده‌ای که با چین دارن، این مردم، این بچه‌ها و این انسان‌ها رو قربانی مسائل اقتصادیشون کردن. پر واضح و بدیهی است که پول و اقتصاد و بازرگانی عربستان، ایران و خیلی از کشورهای مسلمان که دارای جمعیت بسیار عظیمی هستند و می‌توانند این سیاست‌ها و دکترین چین رو تحت تاثیر قرار دهند، این مسئله اقتصادی این قضیه رو تحت شعاع قرار داده و مانع از این شده که کشورهای مسلمان به طور متحد مانع از این ظلم بشه. تنها راهکارش همینه، همان گونه که آمریکا حداقل در بیانیه‌های حقوق بشری خودش به این قضیه سالیانه و فصلی اشاره میکنه، کشورهای مسلمان هم باید به طور متحد و استراتژیک این قضیه ورود بکنن و این استاندارد دوگانه‌ای که نسبت به ایران نسبت به فلسطینی‌ها داره و نسبت به چینی‌ها نداره و همینطور عربستان به خاطر روابط اقتصادیش با چین نادیده میگیره، این استانداردهای دوگانه و اقتصادی رو کنار بگذارم و یک استاندارد انسانی، فرهنگی، دینی رو در مقابله با کشور کمونیست چین اتخاذ بکنم. ممنونم، ممنونم. با تشکر از اسفندیار عبداللهی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.